به دانشگاه خوش آمدین. من آب شایگان هستم و در این برنامه با دانشجویان صحبت میکنم که تجربه گرفتن بورسیه و ادامه تحصیل در دانشگاه های بیرون از افغانستان دارند. مهمان این اپیزود دانشگاه عالم مظفری، دانشجوی دارای دکترا در دانشگاه موناش استرالیا با ما هست. سلام عالم، خیلی خوش آمدی به دانشگاه. اول بریم بک‌گراند تحصیلت رو با هم مرور بکنیم، اینکه قبلا چه خواندی، چه رشته‌ای درس خواندی و در کجاها درس خواندی. با درود و سلام خدمت شما شایگان عزیز و بینندگان شما که ما را از طریق شما میبینن. در قدم نخست ممنون از دعوتتان در برنامه دانشگاه. خوشحال هستم که از طریق برنامه شما میتونم تجارب تحصیلی خود را با دیگران شریک کنم. امیدوار هستم که تجارب تحصیلی ما برای دیگران مستفید واقع شود. حتما. در قسمت رشته تحصیلی ما خدمتتان بگویم که رشته تحصیلی ما در رشته کیمیا است. ما لیسانس خود در سال 2014 از فاکولته علوم طبیعی دانشگاه تعلیم تربیه کابل از دپارتمنت کیمیا گرفتیم و بعد از او من حیث استاد در دانشگاه دایکنزی کار کردیم و دوره ماستری خودم در سال 2013 از دانشگاه تکنیکی مالزیا یا یونیورسیتی تکنولوژی مالزیا به دست آوردیم. باز در اون سال از طریق یک بورسیه دکترای خودم در عین دانشگاه شروع کرده بودم، اما به دلیل مهاجرت به استرالیا ناتمام ماند و فعلا هم دانشجوی دوره دکترا در دانشگاه موناش استرالیا. عالی. عالم، اگر دوست داری میشه در مورد این بگویی که از چه خانواده میایی و در چه شرایطی درس خوانده و بزرگ شده؟ پدر و مادر ما سواد خواندن نوشتن داره، یعنی تحصیلات رسمی ندارن و مانند هر خانواده افغانستانی دیگر طبعا درس خواندن در شرایط افغانستان چالش زا است، چالش های بسیار زیاد دارم. ولی شخصا خودم کوشش کردم که چالش ها را به فرصت تبدیل کنم، امی که و امیر همچنان میتوانم به عنوان یک عامل موفقیت خود تا امی سر برای شما معرفی کنم که همیشه تلاش مایی بوده که چالش هایی که فراروی ما بوده و را به یک فرصت تبدیل کنیم و با آن هم خانواده یک حامی خوب برای ما بوده در این مسیر و همیشه از ما پشتیبانی کرده و تا این مسیر همراه ایم بود. عالی. عالی، از این بگو که چطور سر از مالزیا در آوردی؟ چه وقت رفتی؟ چطور رفتی؟ و بعد گفتی که اونجا ماستری خود گرفتی و از این بگو که چی رشته اونجا درس خواندی و بعد ادامه برنامه را پیش می‌بری؟ ما دو تا اسکالرشیپ از مالزیا برای دو دوره گرفته بودم. دوره اول ما یک اسکالرشیپ بود که از طرف وزارت تحصیلات عالی سابق حمایت میشد که هم از یک طریقی یک پروسه رقابتی بود بین اساتید دانشگاه افغانستان که از اون طریق رفتیم به خاطر دوره ماستری و در رشته کیمیا در اونجا درس خواندیم و دوره ماستری خود تمام کردیم و بعد از فراغت بازم یک اسکالرشیپ دیگه گرفتیم از که هم یک اسکالرشیپ دولتی مالزیا است به نام MIS یا Malaysia International Scholarship و از اون طریق دکترای خودم در اون دانشگاه شروع کرده بودیم که به دلیل مهاجرت به طرف استرالیا ناتمام ماند. عالی. چطور رشته کیمیا را انتخاب کردی؟ چی چیزی در کیمیا میدیدی که تو را به سمت کیمیا برد؟ رشته کیمیا یکی از رشته‌های مورد علاقه ما بود. یک زمانی که ما در سال اولی که دوره لیسانس خودش رو شروع کرده بودیم در دانشگاه تعلیم تربیه
او زمان فعلا که طریق کنکوری رقم انتخاب میشه، مستقیم دپارتمنت انتخاب نمیشد، تنها 15 انتخاب میشد، باز یک سال عمومی میخوان، بعد از باز دپارتمنت مشخص میشد. درست. و بیولوژی و کیمیا یک جای بود، فیزیک و ریاضی فکر کنم یک جای بود، اما در مو سال و همچنان کمپیوتر ساینس هم داشتن و اکثر کسایی که در او زمان ها در فاکلته علوم طبیعی کامیاب می شدن ترجیح می دادن که کمپیوتر ساینس بخوانند. درست. و در مو سال به خاطر علاقه که ما نسبت به کیمیا داشتیم، باز ما اولین دانشجویی بودیم که در رشته کیمیا ثبت نام کرده بودیم که برای یک سال اصلا جالب بود. درست. و او هم دلیلشی بود که ممور شوق علاقه ای که ما در رشته کیمیا دوران مکتب برموتر ایجاد شده بود، به ممور شوق علاقه کیمیا رو انتخاب کرد. عالی عالی. از این بگو که تجربه تو، تجربه تحصیلیت در مالزیا چطور بود؟ چطور گذشت دوره تحصیلیت در اونجا؟ و بعد از چالش ها و فرصت های تحصیل در این کشور بیشتر برای ما بگو. من فکر میکنم که مالزیا یک مقصد تحصیلی بسیار خوب برای دانشجویان افغانستان است. به دلیلی که اگر کسی بخواد که به زبان انگلیسی تحصیل کنه، چون اکثر کشورهایی که انگلیسی زبان هستن و دانشگاهشان به انگلیسی تدریس میکنه، ریکوایرمنت یا شرایط بسیار بالا دارن که برای دانشجویان افغانستان مقدور نیست. اما فکر میکنم که دانشگاه های مالزیا سهولتش یا کمگولی ساده تر است نسبت به دیگر دانشگاه ها. به او خاطر اگر کسی علاقمند تحصیل به زبان انگلیسی باشه، داره. فکر میکنم که مالزیا یکی از بهترین مقصدهای تحصیلی باشه. درست. و همچنان دانشگاه های مالزیا بسیار رنکینگ جهانی بالا داره. چهار دانشگاهش بسیار شناخته شده است. UAM است، UKM است، همین UTM دانشگاهی که ما فارغ شده می است و USM است که به عنوان نمونه مثلا دانشگاه UAM یا یونیورسیتی ملی در رتبه جهانی QS درجه 65 را داره که یک درجه خیلی بلند است در آسیا. درست. فکر میکنم که کشور مالزیا برای مردم افغانستان، دانشجویان افغانستان یک مقدار ناشناخته است، خیلی زیاد نمیشناسن، شناختی ندارن. میشه بیشتر از فرهنگ جامعه برای ما بگی و بعد سیستم دانشگاهی این کشور بگی و بعد چه تفاوت هایی بین افغانستان و مالزیا میبینی، خصوصا حالا از لحاظ تحصیلی، از لحاظ سیستم دانشگاهی اینا؟ مالزیا یک جامعه است که از کثرت‌گرا است و از یکی از ویژگی های دیگه مالزیا است که یکی از مقاصد یا تورای بین المللی است و مردمش با کسایی که خارج است مالزیا هستند بسیار یک برخورد دوستانه و خوب دارن و در قسمت فرهنگش و در قسمت دانشگاه هایش که قبلا هم برای شما عرض کردم، دانشگاه های مالزیا بعضی هایش از جمله 4-5 دانشگاهش در رتبه جهانی بسیار بلند قرار داره که کمتر دانشگاه های آسیا حتی در رتبه وجود داره. درست. و اگر بخواهیم که مقایسه کنیم با افغانستان، متاسفانه به نظرم خیلی دور است که ما فعلا دانشگاه های افغانستان با مالزیا مقایسه کنیم و تا دانشگاه افغانستان یه مسیر را بفهمیم آیا و در این مراحل برسته، فکر میکنیم که خیلی زمان زیاد کار داره و در این شرایطی که فعلا در افغانستان جریان داره شاید امو زمان بیشتر باشه. درست.
عالم در نمیدونم در مالزیا چقدر ماندی، ولی میدونم که شناخت کافی داری. چی بورسیه های در مالزیا وجود داره و بعد دانشجوها چطور میتونن به این بورسیه ها دسترسی پیدا بکنن، اینا را پیدا بکنن و اپلای بکنن؟ چی حالا بورسیه های دولتی یا بورسیه های دانشگاه هایی که نام گرفتی؟ دقیقا همونطور که شما گفتین دانشگاه های مالزیا یا در کل کشور مالزیا به خاطر مقاطر تحصیلی خود به افغانستان خیلی ناشناخته مانده. اما در حالی که یک گزینه بسیار خوب است و گزینه است که گرچند ساده نیست اما ساده تر به دست نیست. درست. و من میتونم که سه طریق یا راه را برای دریافت اسکالرشیپ مالزیا که وجود داره براتون بگویم. طریق اولش است که بورسیه های دولتی مالزیا است که سالانه اعلان میشه که عبارت از MIS است، MTCP است، که همی دو اسکالرشیپش بسیار مشهور است و دانشجوهای بین المللی خیلی زیاد به خود جذب میکنند و افغانستان هم شاملش است. اما فکر میکنم که به اون مقداری که باید جذب شده یا درخواست کننده نداره یا به هر دلیلی دانشجوی افغانستانی کم است. و گزینه دوم که در اونجا امکان داره مسئله اسکالرشیپ‌هایی است که از طریق دانشگاه ها و یا همچنان پروژه هایی که اساتید دارن از این طریق میتونن اپلای کنن. کسایی که دلچسپی تحقیقی در یک مورد خاص دارن، اگر بکگراند خوب داشته باشن، میتونن از طریق سایت های دانشگاه ها استاد خود پیدا کنن و با ایمیل در ارتباط شون. میتونن دریافت کنن که اکثر استادا چون که شما میدانین گران دارن یا پروژه دارن و برای تکمیل و پروژه خود به دانشجو ضرورت دارن. و گزینه سومش هم شخصی است و دانشجوهای افغانستان میدانن که به صورت شخصی در دانشگاه های مالزیا درخواست بدن. اما مشکل فقط در اینجاست که واحد پول مالزیا یک مقدار بالا است. یک مقدار اگر شخصی کسی بخواین در اونجا ادامه تحصیل بتن، فکر میکنم که قیمت تمام میشه، برای هر کس شاید که سخت باشه. اما همین سه گزینه وجود داره. درست. آره، کمی از هزینه های زندگی و کیفیت زندگی در مالزیا برای ما بگین و بعد اگر کسی به تو شخصی اقدام بکنه که در مالزیا ادامه تحصیل بده، حدوداً هزینه تحصیل و فیس دانشگاه اینا در کل در سال چقدر میشه؟ در قسمت هزینه های تحصیل عموماً فیسی که دریافت میکنن اونا از دانشجوی بین المللی در هر سمستر 6000 رنگیت، بین 6000 رنگیت تا 8000 رنگیت شاید باشه. و اول مصاریف ابتدایی که مثلا برای ویزا و ایچرام که در نظر بگیریم و شما فکر کنیم که هر 4000 رنگیت معادل 1000 دلار آمریکایی میشه. درست. و بعد در واحد پول افغانی ممکن هست سمستر برای از دانشجو حدوداً 1,50,000 افغانی یا 1,60,000 افغانی از این داشته باشه. درست. با هزینه زندگی و حالا اتاق و خانه اینا یا بدون اینا؟ بدون اونا. و اگر که اونا رو هم در نظر بگیریم شاید در حدود یک 500 دلار دیگه هم نیاز داشته باشه به خاطر هاستل و به خاطر غذا و جای. درست. حالا از ادامه تحصیل و کیفیت تحصیل در مالزیا صحبت کردین، اگر کسی
در مالزیا بخواد بره و ادامه تحصیل بده، دانشگاه خودم تمام بکنه. مالزیا کشوری مناسبی برای ادامه زندگی، برای پیدا کردن کار و اینها، فرصت های کاری، خودتان چی فکر میکنین در اونجا بودین؟ کلن اگر کسی بخواد حالا اونجا بیمانه بعد از تحصیل، زندگی چطور پیش میره؟ آیا کار پیدا کردن راحته؟ زندگی کردن راحته؟ امکاناتش خوبه؟ نمیدونم چیزای از این طرف. در قسمت بعد از دانشگاه در مالزیا به صورت قانونی یک مقدار محدودیت ها فکر میکنم وجود داره، به خصوص در مسئله ویزه کاری برای افغان ها که به ساده فکر میکنم که ویزه کاری رو برای افغانستان، برای اطباء افغانستان نمیتن. و ولی اگر ادامه بیتن که در به صورت غیر قانونی باشه، کار میتونن که پیدا کنن و ممکن در رشته خود کار پیدا نکنن. پس امکان این که زندگی قانونی اونجا آدم داشته باشه و در کنارش کاری که دوست داره داشته باشه تقریبا ناممکنه. بله، به لحاظ قانونی فکر میکنم که ویزه کار برای اطباء افغانستان گرفتنش بسیار سخت است، چون وقتی شما تحصیل خود تمام میکنین باید او کشور ترک کنین و نیاز به ویزه دیگر دارین. درست. و اگر بخواین که ویزه کار بگیرین، باز شرایطش فکر میکنم که سخت است برای افغانستان. درست. چیز دیگه ای هست که در مورد مالزی اضافه بکنیم پیش از اینکه بریم به استرالیا و بورسی که از دانشگاه موناش استرالیا گرفتی؟ در مورد مالزی همونطور که شما گفتین یک کشوری است که بسیار فرصت های تحصیلی خوب است که از دانشجویان افغانستان بسیار کم است. به نظر ما اگر کسی بخواد که قصد ادامه تحصیل داشته باشد، مالزیا یک گزینه بسیار خوب است. جستجو کنه در وبسایت های دانشگاه ها و اسکالرشیپ هایی که سالانه اعلان میشه تحقیق کنه. فکر میکنیم که یک مقصد تحصیلی بسیار خوب است. عالی. و خوبیش این است که با بک‌گراند تحصیلی افغانستان یک مقدار مطابقت داره. در اکثر کشورهای دیگه مثلا کسی که بک‌گراند تحصیلی افغانستان داشته باشه ویزه تحصیلی گرفتن یک مقدار سخت. درست. عالی. اگر مشکلی نداشته باشه میشه بپرسم این که چطور به استرالیا رفتین؟ آیا از طریق بورسیه رفتین یا نه راهی دیگه داشتین که اونجا مهاجرت کردین؟ ما از طریق ویزه بشردوستان ها آمدیم اینجا، از طریق ویزه تحصیلی نامدیم. اما پروسیس کارهای ما تقریبا از زمانی بود که همزمان با سقوط افغانستان بود. درست. و ویزه با ویزه که ما آمدیم ویزه بشردوستانه از تحصیلی نه. درست. عالی. اخیرا بورسیه دانشگاه موناش رو گرفته، میشه از این بورسیه بری ما بکی که چی بورسیه هست و چطور این رو بدست آوردی؟ در دانشگاه موناش موضوع تحقیق دوره ماستری ما در مورد موضوع تحقیق دوره ماستری ما در مورد ذخیره انرژی حرارتی بود در مالزیا، که خوشبختانه ما از تانستیم یک مقاله علمی هم از کار خود نشر کنم. و وقتی که در استرالیا اینجا آمدم با طریق امی که در وبسایت دانشگاه ها میری و از اینجا استاد را پیدا میکنی که با عین موضوع استاد دلچسپی داره و یا پروژه داره، ما از امی طریق پیدا کردیم.
درست. و در اینجا با پروفسوری که کار میکنیم، اینا همچنان در مورد ذخیره انرژی حرارتی کار میکنه که با بکگراند ما مطابقت داره، و ما از گرند یا پروژه یعنی پروفسور اسکالرشیپ دریافت کردیم. درستم. میشه از شرایط پذیریش این بورسیه هم برای ما بیشتر بگه که چه شرایطی داشت و چه آمادگی هایی برایش گرفتی؟ بیشتر شرایط برای کسایی که انگلیسی زبان دوم میشست یک شرایط هست که اینا در نظر میگیرم، و شرایط دیگه هم که اگر بخوای برای پست گریجویت یا تحصیلاتی مثل ماستری و دکترا، اگر بخوای علاقمند تحصیل در ماستری و دکترا باشه، موضوع مهمتر از او موضوع ریسرچ اینترست یا دلچسپی تحقیقی است که شما بتانید امو پروفیسوری مورد نظر پیدا کنید و باز اونا انترویو میگیرند، و اگر که قناعتی امو پروفیسورش ما برآورده بتانیم، فکر میکنم که مشکل نداره، و در حالی که شما بتانیم ریکوایرمنت خود دانشگاه مثل زبان چیزا را داشته باشید. درست. فعلا دانشجوی دوره دکترا هستین و در حوزه چه حوزه مشخصا تحقیق میکنین؟ موضوعی که ما در اینجا رویش کار میکنیم در مورد ذخیره انرژی حرارتی است. به عنوان مثال ما اگر یک نمونه برای شما بگوییم، ما انرژی برقی داریم و برای ذخیره از او ما یک وسیله یا یک ابزار داریم که او عبارت از بیتری باشه و در واحد های کلانش سوپر کپاسیتور باشه که از این انرژی برقی در یک زمان دیگه بتانیم استفاده کنیم. اما در حوزه ای که ما انرژی حرارتی را مثلا در جریان روز جمع کنیم و در جریان شب از او استفاده کنیم، چون این وسیله تا فعلا خیلی معمول نیست، اما کم و بیش در دنیا وجود داره که اینا را به نام باتری حرارتی میگن. و ما در این تحقیق خود ما یک موادای کیمیاوی رو باید استحصال کنیم که دمی باتری های حرارتی به کار برده میشه که او هم ارزان باشه و همچنان به طبیعت آسیب نرسانه. مورد تحقیق ما در مورد همی باتری حرارتی. عالی، بسیار عالی. عالم، میشه بیشتر در مورد رشته کیمیا برای ما توضیح بده، خصوصا اینکه کسایی که حالا یک مقدار به کیمیا علاقه دارن شاید نگران این باشن که خب ما وقت کیمیا بخوانیم چی کاری میتونیم بکنیم با این رشته؟ میشه حوزه کاری این رشته برای ما بیشتر توضیح بده و بعد فرصت های کاری و شغلی که در این رشته وجود دارد چیه؟ فرصت کاری زیادتر کیمیا که است در بخش ساینس، همون موضوع تحقیق و ریسرج و مثلا کار در محیط اکادمی، اما در کشورهایی که کمی صنعتی باشه هم کسایی که از کیمیا فارغ میشن کارهای بسیار خوب پیدا میکنن. درست. که اونا عموماً به منظور کنترل کیفیت استفاده کار در حیطه کنترل کیفیت کار میکنن. و شما اگر در نظر بگیریم که یک صنایعی دارین مثل تولید مواد شوینده، و در اونجا باید مقدارهای بسیار دقیق و ثابتی استفاده شود از موادها که تا یک محصول خوب بدست دارد،
و کسایی که از کیمیا خواندن میتونن که دینی حتا هم در بخش کارهای سنتی و همچنان در کارهای اکادمیک کار کنن. درست، عالی. خب عالیم، بریم بیشتر روی ادامه تحصیل در استرالیا صحبت بکنیم، اینکه چطور میشه از دانشگاه های استرالیا بورسیه به دست آورد و بعد چی فرصت های تحصیل این کشور وجود داره، حالا با توجه به شناختی که خودت پیدا کردی از فضای اکادمیک تحصیل این کشور. فکر میکنم که با تجربه که گرچند ما هم خیلی زیاد نمیشه در استرالیا هستیم و با تجربه کمی که ما از اینجا داریم، فکر میکنم که یک زمینه برای مقاطع دوره ماستری و دکترا امکانش هست که دانشجویان افغانستان بیاید و پذیرش شود و او هم بیشتر به توانایی خود دانشجو ربط داره و در قسمت دوره لیسانس فکر میکنم که یک مقدار محدودیت ها وجود داره که سخت است ویزا بگیرید در استرالیا. درست. اما در دوره ماستری و دکترا اگر که مقالات علمی و دستاوردهای دانشجو خوب باشه و استاد مورد نظر پیدا کنه محدودیت نداره. از نگاه قانونی استرالیا کدام ممانعتی برای ویزه دانشجویی برای افغانستان نداره. درست. اما ممکن ملاحظات قانونی داشته باشن، اما ممانعت قانونی وجود نداره قانون که دانشجوی افغانستانی نتوانند در استرالیا تحصیل کنند. درست. و بیشتر رب به همو دستاوردهای خود دانشجو است. اگر دانشجو معیارهای یک دانشجوی بین المللی داشته باشه و بکگراندش بجز از افغانستان در یک از دانشگاه‌های معتبر دیگه دنیا باشه، مطمئنا که میتونه در استرالیا درس بخونه. عالی. و بعد کسی اگر حالا بورسیه هم پیدا بکنه و پذیرش هم از دانشگاه بگیره، بعد روند آمدن از افغانستان به استرالیا راحت، مشکلی نداره، ویزا صادر میکنن؟ فکر میکنم که برای دانشجویان افغانستان، ما همونطور که اول گفتم کدام ممانعت قانونی وجود نداره که از طریق ایمیگریشن مثلا یک قانونی وجود داشته باشه که دانشجویان افغانستانی نتونن در استرالیا درس بخونن. اما ممکن یک مقدار ملاحظات در قسمت ویزا داشته باشن و اگر دانشجو یک مثلا با بکگراند افغانستان در دانشگاه های استرالیا بسیار سخت است که با بکگراند افغانستان بکگراند تحصیلی افغانستان در اینجا درس بخونه. اما اگر که یک معیارهای دانشجوی بین المللی را یک محصول افغانستان داشته باشه، میتونه که در اینجا ادامه تحصیل. درست. میشه از فرصت های تحصیلی هم صحبت بکنین، این که حالا با توجه به خودت شناختی خودت داری چی بورسیه های در این کشور وجود داره؟ بورسیه های دولتی، بورسیه های دانشگاه های خصوصی؟ بورسیه ها در استرالیا بیشتر دانشگاه محور است و هر دانشگاه مستقلن از خود اسکالرشیپ داره، از خود طریق خود اعلان میکنه، معیار خودشان مشخص میکنن. مثلا در همین دانشگاه موناش که ما فعلا درس میخونیم شاید بالای ده ها نو اسکالرشیپ بودیم داشته باشه که هر کدامش شرایط و معیارهای خود داره و به منوال دیگه دانشگاه های استرالیا هم هر کدامش بیشتر مستقل از خود اسکالرشیپ دارن که اگر دوستایی که علاقمند تحصیل در استرالیا باشن، بهترین راه شمی است که وبسایت دانشگاه ها را جستجو کنن، اسکالرشیپ هایی که اعلان میکنن اونا را پیدا کنن
و یا همچنان وقتی که به وبسایت سر میزنن با پروفسورای در ارتباط شوند که اونا در همون رشته یا بگند تحصیلی اونا تحقیق دارن، پروژه دارن، گرند دارن، از این طریق میتونن که تحصیل خود در اینجا ادامه بده. درست. خیلی خوب. در مورد تجربه زبان آموزی هم میشه کمی صحبت بکنین که چطور زبان یاد گرفتی، تجربه چی بود، چطور میشه زبان را راحت تر یاد گرفت؟ در قسمت تجربه زبان ما یک پروگرام در مالزیا خواندیم، یک به شکل کورس است، اما یک کورس است که در سطح بین المللی قبول شده است به نام ELS. و او ELS زمانی که از ELS فارغ میشی بازم اون سندش معادل اعتبار چی رو دارم، تافل و آیل صدا. باز ما زبان از امو تاریخ خواندیم، از امو تاریخ باز وارد دانشگاه UTM یا دانشگاه تکنیکی مالزیا شدیم. و یک چیزی که ما در تجربه شخصی ما در مورد زبان ایست که متاسفانه است سیستمایی که در سیستمایی آموزش زبان انگلیسی که در افغانستان است بسیار ناقص است. و نظرم اگر کسی که بخواید در یک دانشگاه بخود در حد برسانه که یک نمره بالای آیلتس و یا تافل بگیره، به یک ساعت رفتن در کورس خیلی سخت است که به نتیجه مطلوب برسه. ما فکر میکنم که اگر کسی بخواد که معیار زبان در یک دانشگاه بین المللی پوره کنه باید بیشتر از یک ساعت و خیلی زیاد در روزانه حداقل 3 ساعت 4 ساعت الی 5 ساعت باید وقت بگذاره تا زودتر به نتیجه برسه. در غیر صورت با او سیستمی که شما با او آشنایی دارین در افغانستان که فقط یک ساعت کورس برای انگلیسی تخصیص میتن، فکر میکنم خیلی سخت است که به آیلتس و تافل برسم. و به مو خاطر است که اکثر دانشجوهای افغانستان متاسفانه وقتی میخواین که همین مسیر بگیرن و زبان بیاموزن و اکتفا میکنن به مو یک ساعت کورس رفتن و زود هم نتیجه نمیگیرن که امکان نداره، دلزده میشن و از ادامه تحصیل منصرف میشن به دانشگاه های بین المللی. من فکر میکنم که یک مقدار اگر دانشجو بخواد که وقت اگر ریکوایرمنت زبان تکمیل نداره باید وقتی خیلی بیشتر و خیلی بیشتر بگذاره تا بتانه که معیار خود در یک دانشگاه بین المللی پوره کنه. درست. خیلی ممنون. حال متاسفانه به پایان برنامه رسیدیم، وقت ما تمامه. در آخر اگر حرفی کلام چیزی داری یک دقیقه دیگه برش فرصت داری. یک جان سپاس از دعوت شما شایگان عزیز، ممنون از برنامه خوبتان، امیدوار هستم که با شریک ساختن تجارب تحصیلیم یک راهگشا برای دوستای جویای تحصیل شود. ممنون شایگان عزیز. ممنون که ما را در این برنامه همراهی کردین. برای حمایت بیشتر از ما لطفاً آن را لایک و سابسکرایب کنین و با دوستان و آشنایان خود هم در میان بگذارین. شما هم اگر تجربه تحصیل در دانشگاهی بیرون از افغانستان دارین و مایلین که این تجربه را با مخاطبان این برنامه هم در میان بگذارین، لطفاً از طریق ایمیل و شماره واتساپ که در پای همین ویدیو می‌بینین با ما در تماس شوین. تا دانشگاهی دیگه، وقت شما خوش.